سوال گفته کدام گزینه از نظر صحیح یا غلط بودن با عبارت زیر متفاوت است؟ فقط برخی از مواد می توانند از غشای یاخته‌ای عبور کنند. خب این جمله جمله درستیه. گزینه اول گفته گروهی از مولکول‌های لیپیدی که در ساختار غشای یاخته‌های جانوری یافت می‌شوند در ساخت انواعی از هورمون‌ها واجد نقشند. خب مولکول‌های لیپیدی که توی غشا دیده میشن دو دسته میشن، یا فسفولیپیدها یا کلسترول‌ها، که خب کلسترول‌ها در ساختار انواعی از هورمون‌ها وجود دارند. جمله اول جمله درستیه، یعنی جواب سوالمون نیست، ما باید جمله غلط رو پیدا کنیم. در یک یاخته جانوری گروهی از مولکول‌های پروتئینی غشای یاخته به مولکول‌های کربوهیدرات متصلند. این هم درسته، یعنی مولکول‌های پروتئینی غشای یاخته یه تعداد خوبیشون وصل میشن به کربوهیدرات‌ها، که حالا این جمله هم جمله درستیه. جمله بعدی گفته که مولکول گلیسیرول در تریگلیسیریدها برخلاف فسفولیپیدها با سه مولکول دیگر پیوند برقرار کرده است. خب این برخلافی که وسط جمله گفته شما دقت داشته باشید، تریگلیسیریدها یک مولکول گلیسیرول اومده وصل شده به سه تا اسید چرب، توی فسفولیپیدها اون مولکول گلیسیرول به دو تا اسید چرب و یک فسفات وصل شده. یعنی توی هر دو نوع مولکول، چه تریگلیسیریدها چه فسفولیپیدها، گلیسیرول به سه تا مولکول وصله، با سه تا مولکول دیگه ارتباط برقرار کرده. این برخلافی که وسط جمله اومده این جمله رو غلط میکنه و خب با توجه به اینکه این جمله غلطه متفاوته با جمله صورت سوال که درسته، جواب همیشه گزینه سوم. و اما گزینه چهارم زیست کره آخرین سطح حیات است، خب که موردی نداره. همه جانداران آن توانایی پاسخ به محرک‌های محیطی را دارند، که خب اینم دقیقاً ویژگی همه جانداران بود. یعنی جمله چهارم هم با توجه به متن کتاب جمله درستیه، جواب این سوال میشه گزینه سوم.